اومدم برای شما بگم که بریم حالا سراغ بهمن جاسوسیه و داشتم میگفتم که به مصر رفتم و پیش از انقلاب بود، دو سه سال پیش از انقلاب بود و چه شد که تصویر بله در دو سه سال پیش از انقلاب که به مصر رفتم با هر کس که میپرسیدم میگفتم آقا این ابن ملجم و ما شیعه ایم و اینها، نمیپذیرفتن، به خصوص جلال عبدالرحمن شرقاوی نویسنده معروفشون که از کتاباش اینجا دارم یکی دوتا و میگفت هنو مهنده نش ما نداریم. ابن ملجم به اصطلاح به اون شکلی که شما میگید نداریم، اسم ابن ملجم نداریم، نه اینکه نداریم در تاریخ نوشتن ابن ملجم، ولی این چنین شخصیتی رو در نامش رو ما در کشورهای عربی نداریم، اما توی کتاب نوشته داریم که این شخص بوده. من رو بر این داشت که این قضیه رو حلش بکنم، چطور میشه که یک شخصی، ما در کودکی بهمون میگفتن ابن ملجم علی رو کشت، مرادی بود و فلان و این حرفا، و هیچ در هیچ کجای کشورهای عربی شخصی به نام ملجم نیست که یکی هم ابنش باشه. در نتیجه کنجکاوی من روز به روز بیشتر شد. ما هی میگیم که آقا لطف کنید زنگ نزنید و دوستان توجه نمی کنن. بله نمیدونم همه تلفن‌ها رو ببندم از یا در نتیجه من شروع کردم کتاب از تاریخ الاسلامی و الهدار الاسلامیه رو میخوندم و این کتاب البته در برخی از کتاب‌ها ورژن‌های گوناگون داره، مثل اعراب بعد از اسلام، اعراب میانه، اعراب پیش از اسلام، اینا نویسندگان مختلفی با این نام نوشتن. من همه ورسیون های تاریخ الاسلامی و هزار الاسلامیه، یعنی تاریخ و تمدن اسلام رو با یک دیگه خوندم. در تمام اینها به بعضی جاها برمیخوریم که اینها از آثار همون نویسندگان کهن روایت میکنن که کسی که تدبیر قتل علی رو کرد جازویه بود. منتها خب البته جازویه ما میگیم، اونا زازویه می نویسن. و در نتیجه من کنجکاو شدم، باید همه این ورقه ها رو بخونم تا برسم. تا اینکه نبرد پل رو ما بهش برخورد کردیم. نبرد پل با مردی برخورد میکنیم که یک تهمتنه و پس از درگیری های زیادی که ما خالد ابن ولید میاد در حیره و انبار و آزار رسانی های زیاد میکنه، وقتی او بر میگرده و ابوعبید ثقفی مأمور میشه با یک لشکر 10,000 نفره که بیاد و یورشش رو به مناطق حیره و غسان و اینها ادامه بده، به همراه او عمر ابن معدی کربه و به همراه او المسنا، اون دوست معروف که خیلی میگفتن گردن کلفت بوده، و المعنا برادرش، سپاه جراری رو میاد و از این سو بعد از درگیری های مرزی زیادی که در طول سالها داشتیم، حالا یزدگرد از رستم فرخزاد خواسته که از خراسان بیاد و مسئولیت این جنگ رو به عهده بگیره. یا رستم مرد بسیار بسیار تیزهوشیه، خیلی فرمانده فهمیدهیه و به آسانی میتونه بفهمه که بهمن جازویه درسته که سابقه فرماندهی نداشته، ولی با قدرتش میتونه جنگ رو ببره. این گونه جنگ ها بیشتر از قدرت فردی باید به کار گرفته بشه و بهمن رو مأمور میکنه برای نبردی که نام این نبرد موقت و جسر گذاشته میشه. البته طبری یک جا دروغی میگه که بهمن جازویه رو قعقا کشت، ولی این دروغ مطلقه، زیرا بعد از او
ما بهمن جازویه رو میبینیم تا زمان در قادسیه که زنده است و بعد از اونم هست و میبینیم که تا زمان مردن کشتن علی ابن ابی طالب هم دقیقا شما در المبرد و الکامل میبینید که جازویه رو مسئول مرگ علی معرفی میکنه. در این حال این سخنان رو محمد از تهران اگر گوش بکنه بسیار خوبه. اینا رو برای اینکه آخوندها نخواستن بگن که ما ایرونی ها علی رو کشتیم و باقیشون هم ما کشتیم، در نتیجه این گونه تاریخ ها رو نه درست ترجمه کردن مسلمان های شیعه، به خصوص مسلمان هایی که از علی و خانوادش قول درست کردن، در نتیجه ترجمه درست نکردن. این همون چیزی بود که 6 سال پیش موقعی که ما اومدیم اون تلویزیون رسا و بلند بالا رو زدیم و روی هاتبرد بودیم، اینا همه رو گفتیم. گفتیم ما اومدیم همه سانسور شده های تاریخ رو به گوش فرزندان میهنمون برسونیم. در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که پس این که علی رو کشت، یکی از بعدها هم بعد از قادسیه مثل همه ایرانی ها رفت تو صف علی، مثل بهزاد همدانی. بهزاد همدانی که دیگه اوج رفاقتش با علی این بود که هر روز میرفت سر کوچه‌ای که علی بود میگفت انت 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 هو و انت الله، یعنی انت الله، یعنی تو اللهی. و بهمن جازویان جزء شمشیرزنان سپاه او در جنگ جمل و نهروان و غیره بود. ولی وقتی که این آقا شکست خورد و دیدن که علی حاضر حکومت رو واگذارد به معاویه، همه این بچه ایرونی های پهلوان همه با علی بد شدن، همه او رو مرگش رو با آسانی و با جسارت مرگش رو آرزو می کردن. این شد که این تاریخ رو ما موقعی که ورق زدیم به این نتیجه رسیدیم که بهمن جازویه، این پسر ایرونی که اصلا هم اهل رام هرمزه و دقیقا همشهری سلمان فارسی هم هست، خیلی جالبه که از به اصطلاح رام هرمز دو تا شخصیت متضاد میاد بیرون. یکی سلمان فارسی اسلام رو درست میکنه و همه این قشقره رو رام اندازه، یکی با اون میجنگه و با فکر اون میجنگه و در این راه هم یک خلیفه گردن کلفت رو میکشه و خودش هم کشته میشه. بهمن جازویه در نبرد پل، که حالا اگر کتابش رو پیدا بکنم، در بخشی از البلاذری شامه، ما را باز دارید اذیت میکنید. الو، درود بر شما. بله 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 بله، زنده باشه، خواهش، خدا نگهدار. بله، میپرسن که آیا ویدیو رو روشن کردیم بعد از خاموش کردن. لامیم گرامی، بله، در این کتاب موسوعة الخلفاء الراشدین و در این کتاب عمر ابن خطاب، فاروق عمر ابن خطاب، شما باید نبرد پل رو بتونم براتون بازگو بکنم. به نقل از البلاذری، بعد از جنگ هایی که سر مرز داشتیم و گرفتاری های مرزی که تازی ها برای ما مرتب فراهم می کردن، 3 سال پیش از به اصطلاح 3 سال پیش از قادسیه،
بله، ما در سال 16 هجری شکست قادسیه رو خوردیم، اما جنگ پل سال 13 همه، 3 سال پیشش، و این منطقه رو المروحه هم گفتن و من پیش از اون برای شما بازگویی کردم که قص ناطف یا المروحه، مروحه به زبان تازی یعنی باد بزن، این پنکه ها رو بهش میگن مروحه، پنکه رو. و چون اینجا منطقه بسیار بادخیزی بوده، اینجا رو بهش میگفتن مروحه، یعنی اعراب نامشو این گذاشتن. ابو عبید از فرات عبور میکنه و مقدمتاً با ارتش کوچکی از به اصطلاح نرسی، یک فرمانده دست دوم، روبرو میشه و به اونها پیروز میشه و میگه فعجا القائد نرسی و استولی علی معسكر و غنم شیئا کثیرا من التمر الجید مسمى بنرسیان. معلوم میشه که فرمانده نبوده نرسی، مالک اون منطقه بوده که خرماهای اونجا رو بهشون نرسیان میگفتن. لا یاکلوا الا الملک، میگه این خرماها رو طوری درست کنه، بسیار نوع مرغوبی بود که فقط خوراک شاهان بود. او من اکرموه به شیء منها فوزعوا علی جیش و ارسل الخمس لعمر. خرماها رو تقسیم کرد میان سپاه و خمسش هم فرستاد برای عمر، آقای ابو عبید ثقفی.